سلام، در یکی دیگه از برنامه‌های کاوش با شما هستیم تا کمی با ماهیت فعالیت‌ها علیه اشرف و مجاهدین و گردانندگان ریز و درشت این فعالیت‌ها آشنا بشیم. صحنه‌ای که دیدید نمایشی بود که روز 25 آذر همین امسال رژیم با مزدوران عراقیش در مجلس اعلی در میدان تحریر بغداد علیه مجاهدین به اجرا گذاشت. این نمایشی که عکس العمل برای شکست طرح‌های آخوند ساخته مبنی بر ضرب العجل بستن اشرف بود. پس از طرح موضوع کمپ اشرف در شورای امنیت سازمان ملل متحد و به دنبال سخنان مارتین کوپلر نماینده دبیر کل ملل متحد در عراق در حمایت از تمدید ضرب العجل، فشارهای بین المللی زیادی به دولت عراق وارد شد. نماینده دبیر کل در دیدار با هوشیار زیباری نیز درخواست کرد که ضرب العجل بستن کمپ اشرف تمدید شود. رژیم آخوندی برای سوخ رسانی به مالکی به سایر مزدورانش اشاره کرد که به یاری او بشتابند. در همین راستا لیست اتحاد ملی متشکل از گروه‌های وابسته به رژیم ایران جلسه فوق‌العاده ای را برای خونسا کردن تلاش‌های بین‌المللی به ویژه در آستانه سفر مالکی به آمریکا در روز پنجشنبه 17 آذر 90 برگزار کرد و به فرموده رژیم در پایان این اجلاس از دولت عراق خواست که مجاهدین را در همین زمانبندی پایان سال 2011 از عراق اخراج کنند. رژیم به این اجلاس دیکته کرده بود که به عنوان یک راهکار اصلی برای خنثی کردن این فشارها لازمه که یک بسیج تبلیغاتی علیه مجاهدین به راه انداخته بشه. تاکید بر ضرورت برگزاری هر چه سریعتر و مستمر تظاهرات علیه حضور مجاهدین از توافقات اصلی این اجلاس بود. مالکی در سفر خودش به آمریکا به هنگام طرح موضوع مجاهدین مدعی بشه که این مردم عراق هستند که خواهان حضور مجاهدین در عراق نیستند. بر اساس هماهنگی‌های صورت گرفته از سوی سفارت رژیم در بغداد با عوامل وابسته به رژیم در اتحاد ملی در این اجلاس تصمیم گیری شد که یک سلسله تظاهرات در رابطه با این خواسته بر علیه مجاهدین توسط احزاب وابسته به رژیم تحت نام سازمان‌های مجتمع مدنی و اشایر و اهالی دیالی که زمین‌هاشون توسط مجاهدین گرفته شده برگزار بشه. جمعه 18 آذر 90 نمایش مفتزه سفارت رژیم آخوندی در بیابانهای زل جنوبی اشرف با بسیج باند رسوای مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق برگزار شد. به خاطر انزجار اهالی از این قبیل نمایش های رسوا، سفارت رژیم در هماهنگی با حکومت مالکی، ناگزیر عمار حکیم و باند مزدوران شناخته شده مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق را رسماً وارد صحنه کرد. باند مزبور به خاطر نفرت عمومی مردم عراق از مزدوری آن برای رژیم ولایت فقیه تا کنون از ظهور علنی این قبیل نمایش ها علیه اشرف به شدت پرهیز داشت، اما این بار به دستور ولی فقیه ارتجا چاره دیگری نداشت. همه مردم عراق میدونن که گروه موسوم به مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق رو خود خمینی به عنوان یکی از واحدهای بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در حین جنگ ایران عراق تأسیس کرده و اساسنامه اون هم توسط شخص خامنه ای نوشته شده. مزدوران مزبور که تحت نام نوح بدر نیز رسما یکی از واحدهای سپاه پاسداران ولایت فقیه در ایران محسوب می شدند، خود بارها به اینکه تحت امر ولی فقیه ارتجا به جنایت‌های تروریستی علیه مجاهدین در عملیات فروغ جاویدان و سال‌های بعد از آن مبادرت کردند اعتراف کرده بودند. حکیم در 29 شهریور 1379 اعلام کرده که از سال 91 سیاست ما نسبت به منافقین عوض شد و از آن زمان به تهاجمات نظامی علیه مجاهدین دست زده ایم. باند مزبور تا همان زمان مسئولیت 134 فقره حملات تروریستی به مجاهدین و شهروندان عراقی و حتی همسایگان اشرف را به عهده گرفته بود. با توجه به این همه سابقه مزدوری رژیم تصمیم گرفت تظاهرات علیه اشرف را به مجلس اعلی واگذار کند. برای تظاهرات روز 18 آذر در جلسه هماهنگی سفارت رژیم آخوندی در بغداد قرار بر این شد که به خاطر تنگی وقت مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق و حکومت مالکی تمام توان خود را
برای نشان دادن یک واکنش علیه اشرف در برابر اجماع بین المللی و به ویژه جلسه شورای امنیت ملل متحد به کار بگیرند. ابو علی طویل و ابو احمد خالصی سرکردگان مجلس اعلی در استان دیالی و سایر مأموران نیروی قدس مانند آخوند جبار مأموری و نافع عیسی مأمور شدند با توزیع پول 25 هزار دینار برای هر فرد مزدورانی را اجیر کنند و آنها را بار زده و به محل نمایش در بیابان ضلع جنوبی اشرف بیاورند. کمیته سرکوب اشرف در نخست وزیری عراق نیز به فرمان سفارت نیروهای عراقی مستقر در اشرف را موظف کرد که همه امکانات استقراری و حفاظتی خود را در خدمت مزدوران و اجیر شدگان قرار دهند. با این همه اونچه در روز جمعه به اجرا در اومد به یکی دیگه از مفتضح‌ترین نمایشات دستگاه خامنه ای مالکی تبدیل شد. ناکامی در جمع‌آوری نفرات و کشمکش بر سر تقسیم پول کار را به مشاجره و درگیری بین گردانندگان و اجیر شدگان کشوند. این فضاحت باعث شد که شبکه‌های عرب زبان رژیم از خیر پخش مستقیم مراسم بگذرند و هر یک با یک گزارش مختصر بساطشون رو جمع کنند و از صحنه دور بشن. رژیم با این فضاحت برای تظاهرات دیگری در روز 25 آذر دورخیز کرد. مسئولیت راه اندازی تظاهرات علیه مجاهدین در بغداد در روز جمعه 25 آذر بر عهده مجلس اعلی بود و دستور راه اندازی آن مستقیما از دفتر عمار حکیم در هماهنگی با سفارت رژیم در بغداد صادر شده بود، ولی به دلیل منفوریت مجلس اعلی در عراق این گروه تلاش زیادی کرد تا به عنوان مسئول راه اندازی این تظاهرات مطرح نشود. به همین دلیل در زیرنویس پلاکارد هایی که با هزینه سفارت تهیه کردند یک سری اسامی از قبیل انتفاضه شعبانیه، اهالی بغداد، اهالی مناطق بغداد و اسامی مجهول دیگری نوشته شده بود تا مشخص نشود این تظاهرات مربوط به مجلس اعلی است. اما از پشت صحنه این تظاهرات بشنوید. راه اندازی این تظاهرات به عهده فردی به نام ابورضا مسئول تشکیلات بغداد مجلس اعلی بود. ابورضا الزامی بودن شرکت نفرات وابسته به مجلس اعلی در تظاهرات را از طرف عمار حکیم به همه دفاتر مجلس اعلی در بغداد ابلاغ کرده بود. اما برای اینکه معلوم نشه که تظاهرات کار اونهاست، نفرات شناخته شده را وارد نکرد. ابو معین مسئول دفتر مجلس اعلی در کاظمین به همراه 60 نفر از افرادش در این تظاهرات شرکت کرد. تظاهرات ساعت 10:30 با 100-150 نفر جمعیت شرکت کننده شروع و در ساعت 11:30 به پایان رسید. در داخل خودروهایی که نفرات را منتقل می کردند بسته های غذایی توزیع می شد و نیمی از جمعیت نیز بچه ها و زن های خانه‌داری بودند که از محل های فقیر نشین با پرداخت پول به این محل آورده بودند. خیلی از همین تعداد نفراتی که به این محل آورده بودند نمی دانستند که موضوع چیست. یکی از آنها که تلویزیون عربی زبان العالم او را از شیوخ دیالی معرفی می کرد گفت: جمع شدیم برای اخراج القاعده اشغالگر و ما علما و اشاعر از مرجعیت و دولت خواستار اخراج آنها هستیم. سبب تجمع اليوم في وسط ساحه التحرير يتجمعون بخروج القاعده المحتل ونطالب العشائر والعلماء والمرجعيه والحكومه باخراج هذه الحصيله. فضاحت این تظاهرات به همین جا ختم نشد. رژیم و مزدوران عراقیش از فرط انزوای اجتماعی ناگزیر شدند که مهرهای خودشون رو به عنوان شیوخ اشایر رنگ کنن و در کانالهای عرب و عجب زبان آخوندها خرج کنن. در فرصت باقی مونده برنامه با این شیخ آخوند ساخته که در تظاهرات مفتضح روز 18 آذر سال 90 علیه اشرف شرکت داشت و در تظاهرات 25 آذر هم اون رو یکی از شیوخ اشایر عراقی معرفی کردن آشنا بشید. ابو محمد الفکیکی از مسئولین بخش اشاعری مجلس اعلی است که در ارتباط با نیروی قدس علیه مجاهدین فعالیت می کند. وی از سال 1385 به استخدام نیروی قدس درآمد و در ارتباط با سفارت رژیم آخوندی در بغداد تا کنون در مناسبت‌های مختلف علیه مجاهدین فعالیت کرده است.
وی همکاری نزدیکی با نافع عیسی، مزدور شناخته شده ی سفارت رژیم در بغداد و نیروی قدس دارد و به طور مستمر به دفتر نافع عیسی تردد می کند. سفارت رژیم در بغداد برخی از توطئه‌ها علیه مجاهدین را در هماهنگی با وی و مزدور نافع عیسی انجام می دهد. ابو محمد فکیکی در تجمع روز جمعه 18 آذر 1390 که در اطراف اشرف توسط مجلس اعلی برگزار شده بود نیز شرکت داشت. رژیم آخوندی از سال 85 برای اینکه وابستگی ابو محمد فکیکی به مجلس اعلی لو نرود، یک سمت خود ساخته تحت عنوان دبیر کل هیئت مرکزی اشاعر عراق بر وی گذاشت تا موضع‌گیری ها و لجن پراکنی های او علیه سازمان تحت این عنوان در مطبوعات درج گردد. به دلیل منفوریت و شناخته شدگی این فرد در مزدوری برای سفارت رژیم و نیروی قدس، لجن پراکنی های وی علیه مجاهدین تنها در مطبوعات و تلویزیون های گروه های عراقی وابسته به رژیم از جمله هفته نامه الاستقامه، تلویزیون الفرات، تلویزیون عرب زبان العالم رژیم و تلویزیون سحر رژیم درج و به نمایش گذاشته میشه. هفته نامه الاستقامه، ارگان مجلس اعلی، در تاریخ 25 تیر 85 خبر برگزاری کنگره هیئت مرکزی اشاعر عراق که در حضور عبدالعزیز حکیم برگزار شده بود را درج کرد و نوشت در این کنگره دبیر کل هیئت مرکزی اشاعر عراق شیخ فرهان بدن الفکیکی سخنرانی کرد و در آن خواستار پایان دادن به حضور خارجی و اخراج همه سازمان‌های مشکوک و به طور خاص سازمان تروریستی منافقین خلق و برپایی اقلیم‌های مرکز، جنوب و بغداد شد. این بود گوشه‌هایی از ماهیت تروریستی اقدامات علیه اشرف و اشرفیان و وابستگی کارگزاران اون به رژیم آخوندی. هرچند که افکار عمومی عراق با حمایت‌های میلیونی خودش از مجاهدین اشرف نفرتشون رو علیه این دار و دسته نشون داده، باید روزی مشروع اون رو در دادگاه‌های مردمی عراق گشود. تا برنامه دیگه، خدا نگهدار.